بیتی ناب است این صبحی زیبا، گل در کاب است این صبحی زیبا. با پا خیز و بغل کن زندگی را، نه وقتی خواب است این صبحی زیبا. در جان و دلم نوای استقلال است، آسودگی از هوای استقلال است. سلام و درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. صبح زیبای وطن را برای هر یک شما مبارک و فرخنده میگوییم. هر روز که ما از آغاز شدن صبح به انجام دادن کارهای خود شروع میکنیم، پیش از همه با کلامی شکرانه بر لب از فضای صلح و ثبات و استقلال و آزادی کشور عزیزمان تاجیکستان خیلی خوشحال میشویم و این برای انجام دادن نقشه و نیتهای ما نیروی دیگری میبخشد. طلوع صبح از پشت کوههای بلندی کشور ما زیباست. وقتی که آفتاب نورهای طلایی خود را از پشت شاخه های درختان میپاشد، ما در پشت تیرزه های شفاف بیدار میشویم و با یک تبسم و آرامش میگوییم خوش آمدی ای صبحی زیبا. و ما تماشابینان عزیز به شما یک صبحی با صفا، صبحی پر از موفقیت ها تمنا داریم. خوب بینندگان گرامی، چون همیشگی با شنیدن یک سرود دلاشوب در اجرای یک نورس صاحب ذوق برنامه را آغاز می‌نماییم. Oh.
صبح یکی از مهمترین غذایی است که ما استعمال میکنیم، زیرا خوب و موفق گذشتن روزی ما محض از نهاری وابستگی دارد. وقتی که ما نهاری را استعمال میکنیم، ما خود را هوشیارتر و خوبتر حس میکنیم که البته برای خوبتر انجام دادن کارهای ما مساعدت میکند. بله، متخصصان از معین کردند که از استعمال خوراک در موردهای گوناگون، یعنی در دوام روز، پیش از همه استعمال کردن هر گونه خورش ها و خوراک ها در صبح مفید و مهم باشد. زیرا بعد از آنه که انسان ها شبانه استراحت میکنند، صبح بعد از مشغول شدن به تمرین، اگر کم بیش باشد، بعد از اجرای تمرین با استعمال خوراک مشغول میشوند. این برای بیدار کردن عضوهای داخل ارگانیزم خیلی سهم نظررس رو میبوزد. در این مورد باید که انسان البته غذای سالم استعمال نماید، چون که از صبحانه نیز حالت روانی انسان نیز وابسته می باشد. تماشابینان عزیز، برنامه صبحگاه صفای سحر به شما امکانیت می دهد که هر روز برای خود صبحانه با مزه و گوناگون آماده سازید. خوب، بیاید این بخش رو تماشا می کنیم و آماده کردن یک نوع صبحانه رو یاد می گیریم. صبحتان بخیر دوستان عزیز، در بخش نوبتی بهرتان طرز آماده نمایی چنین خوردنی را نشان می‌دهیم. دو تا تخم را درون ظرف انداخته، با آن یک قاشق نمک و یک قاشق زبده اضافه کرده آن را آمیخته می‌سازیم. روی تابه روغن مسکه مالیده روی آن تخم ها را می‌ریزیم. بریدن آن را گرفته آنها را با تخم پوره آلوده می سوزیم و تا سرخ شدنش منتظر می شویم. اکنون خوردنی را به دیگر طرف گردانده قسمت های کناریش را با چنین طرز تاب می دهیم. روی یک طرف آن یک مقدار پنیر، روی طرف دیگرش محلول ریخته دو بریده حسیب گذاشته روی آن را با کبودی آروم می دهیم و خوردنی را قد ساخته نوشی جان می سازیم. صبحتان بخیر و شادی باشد بینندگان گرامی. این صبح میخواهیم شما را با سرگذشت متفکر برجسته تاجیک، یعنی ابو ریحان بیرونی، براتون معلومات دهیم. اگر گرفتن معلومات اوید این شخصیت بزرگ براتون جالب است، پس ما را تا آخر همراه باشید.
ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی سال 973 در خارج سند که روستای از تابعات خوارزم است تولد یافته است. او پس از تسلط سلطان محمود غزنوی به خوارزم و بعدتر به هند رفته است. بیرونی در تمام مدت عمر مشغول تحقیق و آموزش بود و زبانهای سوریانی، سانسکریتی، فارسی، عربی و عبری را می دانست. ابو ریحان بیرونی حکیم ریاضیدان و عالم خوب نجوم بود و همچنین در فلسفه، طب، جغرافیا، تاریخ، ادب، شعر و لغت نیز مهارت داشته است. بیرونی در افکار علمیش عقیده های پیشگذشتگان خود فرغانی و خوارزمی را ادامه داده بیشتر مسئله های طبیعی و علمی را تحقیق کرده است. او را یکی از اساسگذاران علم های تجربوی در شرق میانه و نزدیک می دانند. ابو ریحان بیرونی در باره ابدیت متری عقیده پیش نگذاشته باشد هم با آن خاص بودن حرکت را ذکر نموده، در اثرهایش از ارسطو و بطلموس نام برده است. او به مسئله های حرکت نور، گرمی و خاصیت های آن دقت مخصوص داده است. متفکر آفتاب را یک جسم گرمی آتشین پنداشته، حرکت نورهای آن را نهایت سریع می داند. در ساحه کیهان شناسی باشد، او به نظریه بطلموس شک آورده، از روی محاسبه ریاضی در محور خود در زدن زمین را امکان پذیر می شمارید. همچنین ابو ریحان بیرونی مسائل مرکزی عالم را مورد تحقیق قرار داده به چنین خلاصه می‌آید که از جهت سیستم گالیسنتری آن قابل قبول است، ولی تا آخر در این فکرش ثابت نماند و نظر بطلموس را در این مسئله پذیرفت. ابو ریحان بیرونی دایر به مسائل زبانشناسی و آموزشی اصطلاحات علمی آن، نظر شعر و دیگر مسئله های تاریخی و حیاتی هم یک سلسله فکرهای مهم و پرارزش بیان نموده است. ابو ریحان بیرونی سال 1048 از عالم چشم می پوشد. همین طور نقش افکار طبیعی، علمی و فلسفی ابو ریحان بیرونی در گسترش منبعده عقاید فلسفی عصر میانگی این تاجیک نهایت بزرگ می باشد و اثرهای بی‌نظیر او تا به امروز مورد بهره برداری اهل بشر قرار دارند. خوب بینندگان عزیز، این بود چند معلومات کوتاه آید به سرگذشت و تحقیق و اثرهای ابو ریحان بیرونی. میوه و سبزیجات ها منبع ویتامین ها و مواد های غذایی می باشند که ارگانیسم انسان با آنها نیاز دارد و حداقل هر روز ما باید کمی از میوه و سبزیجات استفاده بریم، یعنی آنها را باید استعمال کنیم تا که مسئولیت بدن خود را خوب نگه داریم. واقعا هم برای رشد ارگانیسم کودکان و نوروسان مخصوصا سبزیجات و میوه ها نقش مهم دارند، چون که در ترکیب آنها نمودهای گوناگون ماده های فایدهور موجود بوده برای زودتر انکشاف و رشد کردن ارگانیسم کودکان مساعدت میکند. بینندگان گرامی، در صفحه نوبتی برنامه همکارم نازنین دولتوا وابسته به خصوصیت های خاص شفابخش میوه توت که عین حال در کشور ازمون پخته رسیده است و خیلی فراوان میباشد معلومات میدهند. حالا میبینیم که چی خصوصیت های خاص را این نمود میوه یعنی توت دارو میباشد. صبح بخیر بینندگان عزیز، در این بخش ما به شما یک چند خصوصیت و پهلوهای شفا بخشی توت را پیشنهاد می نماییم. توت همچون درختی دراز عمر و سر حاصل مشهور است. برگش برای اشیای خام و میوه شیرینش غذای آدمان می باشد. درختش تا 35 متر قد می کشد. این میوه برای بردوامی و دراز عمری انسان سال هاست که میان مردم معمول است. توت از جهت کیمیایی بای بوده، در ترکیب خود کلسی، مگنی، آهن و به مانند آنها را دارست. خصوصیت های شفا بخشی توتی خشک کرده شده را طبیبان برای گرفتاری بیماران قلب، فشار بلندی، تازه کردن گرده ها و عضوهای هاضمه توصیه می دهند. استعمال افشوره توت باشد،
برای برطرف کردن ورم دهان، درد گلو و زخم معده مفید است. اینچنین برگ تر کرده شده توت برای به‌زودی برطرف کردن تب استفاده می شود. اینها بودند چند معلومات وابسته به میوه توت. بخش های دیگری برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارد. مورچه در جستجوی خوراک میگشت. ناگهان یک قطره بزرگ عسل را دید. کمی از آن نوش کرد. دید که بسیار شیرین است. بعد از نوش کردن چند راه رفت و باز هم دلش با آن سوخت که چرا بسیارتر از آن عسل نخورد. مورچه دوباره برگشت و از آن عسلی که در آنجا موجود بود قطره بزرگ عسل باز کمی دیگر استعمال کرد. بعد از این باز او روحش را ادامه داد و رفت. تا جای دورتر رفت، اما باز هم نظر و نگاهش تغییر یافت. او فکر کرد که اگر آن عسل را نخورد، حتما کسی دیگر آن را می‌خورد. باز از روحش برگشت و آمد به نزد آن قطره بزرگ عسل. این دفعه با آن خاطره که بیشتر لذت برد از آن عسلی که در آنجا موجود بود، او خود را به داخل این قطره بزرگ انداخت. ولی او نمی‌دانست که پایهایش از شیرینی عسل و از مخصوصیت عسل در آن در می‌مانند. او دیگر نفس خود را نگاه داشته نتوانست. بعد از چند لحظه، البته در آن مورد که خود را نجات داده نتوانست، در آن قطره بزرگ عسل مورچه غرق شد. این از آن شهادت می دهد که نفس بد در همه مورد بلای جان است. بینندگان گرامی، مقصد از حکایه نام بردن از همین است. یعنی همه کار و همه چیز با معیار و باید درست فکر کرده و انجام داده شود. در حقیقت تماشابینانی عزیز، هر گونه حکایه های پندامیز خیلی زیاد هستند و ما باید با کودکان از خردسالیشان این حکایه ها را آموزانیم تا که آنها به خواندن کتاب ها میل پیدا کنند. در حقیقت خواندن کتاب ذهن ما را قوی می کند و ما در هر گونه حالت ها راه حل هر یک مشکلی را یافته می توانیم. صبحتان بخیر بینندگان عزیز. بخشی حکایه روز است منظورتان. روز یک مرد از راه گذشته ایستاده بود که پایش به یک سنگ زده از ناخنش خون می آید. دیگران نیز پیشپا نخورند گفته، مرد آن سنگ را گرفته به یک طرف می پرتاید که از تگ همان سنگ صندوقچه می براید. مرد آن صندوقچه را گرفته می کشاید و از درون آن صندوقچه ماری خورد می براید. مار دو غل می زند و ماری کلان می شود و به گردن مرد پیچیده می گوید، حاضر من تو را زهر می زنم. مرد حیران شده می گوید، نخود تو با جای نیکی بدی کنی، من تو را از صندوقچه آزاد کردم، تو با شما را زهر می زنی. مار هیچ چیز نگفت. ناگهان از راه پنج اسپکی پیدا می شود. اسپکی ها آمده از مرد می پرسند، شما چی منقشه دارید؟ مرد با پورگی حادثه رخ داده را به اسپکی ها نقل کرده داد. اسپکی ها باشن با مار نگریسته گفتند، تو را این مرد از داخل صندوقچه آزاد کرده است، ولی تو باشی به جای کاری نکی او بدی میکنی. اما مار قبول نکرد. اسپکی ها دیدن که گپ آنها بیهوده است، از بهرش گذشتند و براه برامدند. ناگهان از راه باز سی اسپکی دیگر پیدا شد. آنها دیدن که مار و همراه مرد در بحث هستند. آمده از مار پرسیدند، شما چی مناقشه دارید؟
مرد باز از سرینه و حادثه رخ داده را به آنها نقل کرده داد. آنها نیز مثل اسپکی های دیگر ما را نصیحت کرده گفتند که بجای عملی نیک باید بدی نکنی. اما مار باشد باز سخنهای آنها را قبول نکرد. آنها دیدند که گپشان به مار نمی گذارد، از بحرش گذشتند و براه برآمدند. بعد از یک چند دقیقه پسرک پیدا شد. پسرک آمده از مرد پرسید: شما چی مناقشه دارید؟ مرد باز اثر نو حادثه رخ داده را به پسرک نقل کرده داد. پسرک باشد به آنها هیچ باوری نداشت و از مرد پرسید: نخود از یک صندوقچه خرد یک ماری کلان براید. و از مار باز پرسید: آیا تو از همین صندوقچه برآمدی؟ مار جواب داد: بله، من از همین جا برآمدم. پسرک به مرد نگریسته گفت: من هیچ باوری ندارم که از داخل یک صندوقچه خرد اینقدر ماری کلان برآمده باشد. و پسرک به مار نگریسته میگوید: کنی باز از سری نودرا من با چشمان خود بینم؟ مار دوغل میزند و ماری خرد میشود و به صندوقچه برمیگردد. پسرک از این لحظه استفاده برده صندوقچه را قفل کرده زیر خاک یکسان میکند. مرد خیلی شاد شده به پسرک نگریسته میگوید: بچه جان، تو کی هستی که از چنگال اجل مرا رها دادی؟ پسرک میگوید: من همان ثواب نیم تنانی تو هستم که تو روز به یک گدا داده بودی. از این حکایه برمیآید که همنشینی نکوکار مثل درخت میوه‌دار عزیزی همگان است. کسی که نیکی و نکوکاری را پیشه کاری خود میکند و بهترین انسان بوده گلی سری سبد جمعیت میگردد. شخصی نکوکار مثل عطار است که اگرچه از عطرش به تو چیز ندهد ولی از بویش تو را حتما بهره‌مند میگرداند. نوابسته به آن که عمل نیکی ما در جواب مکافات میگیرد یا نه، ما باید برای اجرای کارهای شایسته اقدام نماییم. این بود حکایه امروزه ما. ایوازشوی فصلهای سال و تغییریابی حرارت هوا از ما انسانها در موردهای معین مسئولیت مخصوصی را طلب میکند. با گرم شدن حرارت هوا، طلبات ارگانیسم به آبهای تشنشکن، میوه و سبزوات، هوای نسبتاً سلقین زیاد میگردد. علمان معین کردند که در هوای گرم، استعمال برزیاد نشاکی های گزناک و شیرین احتمال به وجود آمدن بیماری های گرده را زیاد میکند. در این موسم استعمال آب تازه بی‌گاز، میوه و سبزیجات تر و تازه، دوغاب، شربت های گوناگون از میوه و پلیزی ها توصیه داده می شود. متخصصان تاکید می کنند که در یک روز حد اقل 8 استکان آب نوشیدن ضرور است و در فصل تابستان این مقدار را 2-3 استکان زیاد باید کرد، زیرا طلبات ارگانیسم در تابستان به آب بیشتر می شود. تابستان فصلی پرفیض و پربرکت بوده، در آن میوه و سبزیجات گوناگون پخته زیب دسترخوان می شود. با مقصد حفظ سلامتی غذاهایی هستند که در تابستان نخوردنشان بهتر است، زیرا خوراک با تاثیر گرمی از 30 درجه بالا در مدت نسبتاً کوتاه ویران شده به ارگانیسم تاثیر منفی می رساند. یکم، خوریش های میانیز دار. مهلت نگاهداری خوریش سالاد های میانیز دار نباید از 6 ساعت زیاد باشد، اما در آشخانه یا طرفخانه امکان سنجیدن کی تیار کردن خوریش موجود نیست. هرقدر سبزیجات خوریش ها خردتر ریزه کرده شده باشد، همون قدر زودتر ویران می شود. دکتران معین کردند که میکروب ها و چوبچه های سیرویتی در محصولات خوش نمکدار و کلون ریزه شده تیز افزایش کرده نمی توانند. در این موسم اگر دلتون خوریش میانیز دار بکشد، بهترش در خانه تیار کرده تر و تازه استعمال نمایید. دویوم، کباب، شاشلیک و یا مرغ بریان. بعضن از سبب زیاد بودن میزاجان کباب تا آخر ناپخته، یعنی نیم خام به طبق گذاشته می شود. خوراک نیم خام می تواند سبب زهرالود شوی گردد. در حرارت گرمی هوا کباب و مرغ بریان بعد 2 ساعت تیار شدن به ویران شوی شروع می کند. عموما غذای گوشتدار را در تابستان باید کمتر استعمال کرد. سیوم، یوگورت و سمبوسا و پیراشکی های گوناگون. به اندیشه متخصصان هر دویومین کودکی که در تابستان گرفتار شکم روی می شود، سببش استعمال زیادی یوگورت
یا دیگر محصولاتی زود ویران شونده می باشد. از این رو چونین محصولات رو در خونه تیار کرده زود استعمال کردنش بهتر است. ضمن خریدن یخموز نیز احتیاط باید شد. اگر آن آب شده به نظر نماید یا مهلت استعمالش معلوم نباشد بهترش نخرید. در هوای گرم محصولات قنادی کرمدار رو نیز کمتر استعمال نمایید، زیرا این گونه محصولات نیز در گرمی تیز ویران می شود. چهارم، تخم بریان. تخم یکی از محصولات زود ویران شونده بوده می تواند باعث بیماری های شدیدی روده شود. فراموش نکنید که پیش از استعمال تخم را با آب گرم شستن لازم است. شما از کجا می دانید که در آشخانه، قهوه‌خانه و یا طربخانه این قاعده را رعایت می کنند یا نه؟ از این رو اگر دلتون تخم بریان کشد، خودتون قاعده های ذکر شده را رعایت کرده در خانه تیار نمایید. پنجم، ماهی. ماهی مهلتش گذشته یکی از خطرناکترین محصولات غذایی به حساب می رود. در این بابت ضرر ماهی بحری نسبت به ماهی دریایی کمتر است، زیرا آب شور بحر بعضی از میکروارگانیسم های بیماری آور را نابود میکند. ماهی را نیز بعد تیار شدن به زودی استعمال کنید، زیرا از سبب بوی مخصوص کردن ماهی ممکن است که ماهی با ویران شوی آغاز نموده را پی نبرید. بیشتر در فصل تابستان کوشش نمایید که از خوراک های نسبتاً سبک و طبیعی استعمال نمایید. در همه موارد سلامتی خود و نزدیکانتون را حفظ کنید. آدمان استعداد، شوق، هوس به انجام دادن کارهای گوناگون را دارند. بعضی از نفران آبچکاری و یا پروریش کردن گل و رستنی ها را خیلی زیاد دوست می دارند. ماست به همین خاطر ما با آغاز فصل گرما انیخترش با آغاز شدن بهار تا انجام فصل تیرما صحیفه را در برنامه صبحگاهی صفای سهر پیوسته جای می دهیم که نام دارد پرورش رستنی ها و در آن بینندگان عزیز ما ماست از طرز درست پرورش کردن رستنی ها آگاهی پیدا می نمایند. بله تماشابینان عزیز، برنامه صبحگاهی صفای سحر با شما امکان می‌دهد که شما طرز درست پروریش کردن هر گونه رستنی ها را آموزید. اگر شما پروریش کردن رستنی ها را دوست می‌دارید، پس این بخش محض برای شماست. بیایید همراه تماشا می‌کنیم. We'll be right back.
بینندگان گرامی خسته نباشید، این ادامه برنامه صبحگاهی صفای سر است که شما توسط تلویزیون بهارستان تماشا دارید. بار دیگر صبحتان بخیر. و تماشابینان عزیز، شما میدانستید که خنده آدمان از هر گونه حالت ها وابستگی دارد. یعنی وقتی که ما با کسی مهربانی میکنیم یا با همدیگر هر گونه لطیفه ها نقل میکنیم، هر یکی این خنده گوناگون میباشد. و تماشابینان عزیز، ما همیشه خواهانیم که خنده شما صمیمی باشد و حاضر یک صحنه هجوی پیشنهاد شما است که البته طبع شما را خوش میسازد. اسکندر کتاب میخوانی؟ عالم شدنی اسکندر؟ نباشد سوال جواب میکنیم. چی گفتی؟ کتابت یک طرف اما خب من به تو یک زربوش دادم، بعد دلم سوخت و با دوتا دیگر دادم. با دوتا دیگر بعد خانه رفتم فکر کردم که کم دادم، با سه تا دیگر گرفتم آورده تو با دادم. تو چند زربوش داری؟ من؟ بله من هفت زربوش دارم. درستر فکر کن. روستی که باز یک بار دیگر سوال میدیم، من به تو یک زرگوش دادم، بعد دلم سوخت دو زرگوش دادم، بعد خانه رفتم سه زرگوش دیگر گرفته آورده دادم. تو چند زرگوش داری؟ فکر کن. درست رک من هفت زرگوش دارم. مایلش سوال دیگر خیلی میدیم، من به تو یک سیب دادم، بعد دو سیب دادم، بعد سه سیب دیگر کندم و تو با دادم. چند سیب من با تو دادم؟ تو چند سیب داری؟ شش سیب. بفری؟ درست؟ ها ها آخیر انا همین سوالا باز به با اصل پیشتر را میگردونیم. من با تو یک زرگوش دادم، بعد دو زرگوش دادم، با سیب دیگر دادم. چند زرگوش داری؟ هفت زرگوش. و سوز فکر کن، سوز فکر کن. من به تو یک زرگوش دادم، بعد دو زرگوش دادم، سانی سه زرگوش دادم، چند زرگوش من به تو دادم؟ برای چی اینجا شش سب اینجا هفت زرگوش؟ سوال یکتا. من در خونه یک زرگوش دیگر دارم آخیر. سلام بینندگانی عزیز، در این بخش به شما طرز آماده نمودنی سه نوع نوشاکی بالذت و تشنه شکن را نشان خواهیم داد. با دقت بودن را فراموش نسازید. برای آماده نمودنی این نوع نوشاکی به ما لازم می آید سیب، آلو، افلیسون، لیمو، پودینه و زردالو. سروه و زردالوها رو از دونکویش جدا میکنیم. بعدن در نوبتی دویم باشد آلوها رو نیز از دونکویش جدا میکنیم. که پای برده استوده اید آلوها رو نیز به اتمام رسانیدیم. اکنون پنج دانه سیب رو با این شکل ریزه میکنیم. انا چنانی که پای برده استوده اید بینندگانی عزیز، ریزه کردنی سیب ها رو نیز به اتمام رسانیدیم. اکنون یک دانه لیمو رو به شکل حلقه ریزه میکنیم و دانه کویش رو جدا میکنیم. موسیقی
افلاسون را به شکل حلقه ریزه کرده قسم های نلازم را میگیریم. اینچنین دانک های افلاسون را نیز جدا میکنیم. ظرف شیشگین و سرپوش را در بوغ به ضرر میگردانیم. سپس در ظرف شیشگین آلوها را اضافه میکنیم. بعدن دو پاره افلاسون و لیمو، برگ پودینه، یک استکان شکر و آب جوشانیده شده را اضافه میکنیم. سرپوش را محکم میکنیم و با این طرز اونها را مخلوط میکنیم. باید قید کرد که این عمل به ما امکانیت میدهد تا اینکه شکر خوب در آب حل شود. در ظرف شیشگینی دویوم باشد زردالو، لیمو با افلاسون، برگ پودینه، یک استکان شکر و آب جوشانیده شده را اضافه میکنیم و این عمل را دوباره تکرار میکنیم. در ظرف شیشگینی سیوم باشد سیب و اون همه محصولات هایی که در بالا قید کرده گذاشتیم اضافه میکنیم. شوکی های ما آماده گشتند. بانوانی عزیز، شما نیز می توانید در شرایط خانه چنین شوکی ها را آماده نمایید. با کسی کینه نگیرید، دلی به کینه قشنگ است. با همه مهر بیورزید، با خدا مهر قشنگ است. دست هر ره گذری را بیفشارید با گرمی، بوسه هم حس قشنگ است. بوسه بر دست پدر، بوسه بر گونه مادر، لحظه حادثه بوسه قشنگ است. بیفشارید عزیزان با آغوش، پدر و مادر و فرزند، با خدا گرمی آغوش قشنگ است. نزنید سنگ با گنجیشک، پری گنجیشک قشنگ است. پری پروانه ببوسید، پری پروانه قشنگ است. نسترن را بشناسید، یاس را لمس کنید، با خدا لاله قشنگ است. تماشابینان عزیز، با قرائت این شعر زیبا ما برنامه امروزه را به انجام می رسانیم. اینها بودند تمام بخش و سوژه هایی که ما می خواستیم در برنامه امروزه به شما پیشنهاد کنیم. محبت، صمیمیت، مهر چیزهایی هستند که ما باید همیشه آنها را بین همدیگر رعایت کنیم. دوستداری، نکوکاری را هیچگاه فراموش نسازیم. یگانه کاری که از آن ما پشیمان نمی شویم این نیکی است. پس تا جای توانیم باید به دیگران تنها نیکی کنیم، چون جواب نیکی حتما نیکی است. با آغاز هر صبح شاد باش و بخند، دوست بیدار، فراموش کن، مهربان باش. هر صبح خورشید فریاد میزند. ای انسان ها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد، پس تا میتوانید دوستانه، خالصانه و شکرانه زندگی کنید. کتاب زندگی شما بینندگان گرامی، بگذار همیشه رنگارنگ و با صمیمیت بی اندازه حرف های زرین آن نوشته گردند. آرزوی همیشگی ما این سلامتی، کامیابی، موفقیت و روزگاری آسایشته شما می باشد. تا صبح دیگر، خیر. Thank you.